ایران همیشه از این بابت شکایت داشته که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئله این که اینکه اسرائیل دارای زرادخانه اتمی نادیده گرفتند و برنامه اتمی ایران رو زیر ضربین بین قرار دادند و جمهوری اسلامی رو به خاطر این برنامه که به گفته تهران تنها برای مقاصد صلح‌آمیزه تحت فشار قرار دادند آیا این شکایت جای هست از سوی ایران پاسخ شما چیست به جمهوری اسلامی Uh, first of all i think the number of people that thinks that the iranian program is purely peaceful today اولا باید گفت تعداد آنهایی که فکر می کنند برنامه های هسته ایران سلحامیز است بسیار قلیل است خصوصا پس از گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی که به روشنی نشان میدهد که دقیقا چه نوع فعالیت های هسته نظامی در ایران صورت می گیرد سیاست اسرائیل در چند دهه گذشته در قبال تولید سلاح های هسته ای تغییری نکرده و کاملا روشن است که اسرائیل عامل بی‌ثباتی نیست. این یک واقعیت است که اسرائیل در چند دهه گذشته از سوی کشورهای عرب که در اطراف آن هستند مورد حمله قرار گرفته است اما حتی پس از دستیابی اسرائیل به ظرفیت‌های هسته‌ای هرگز این تصور پیش نیامده است که اسرائیل در واکنش به این حملات از ظرفیت‌های هسته‌ای استفاده کند اسرائیل هرگز کشوری را تهدید به محو از نقشه جهان نکرده است ما کشور کوچکی در این منطقه هستیم. منطقه‌ای که مملو از مشکلات است. مردم متوجه هستند که شرایط منحصر به فردی ممکن است وجود داشته باشد که ایجاب کند ما از خودمان دفاع کنیم. در چند سال گذشته مرتب شاهد اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد بودیم در دو روز گذشته نمونه از این اظهارات رو باز هم شاهد بودیم در جایی رئیس جمهوری ایران گفت اسرائیل در برابر ملت ایران پشه بیش نیست و حاضر به دیدن افق درخشان ملت ایران نیست و در جای دیگر گفت برای نابودی رژیم صهیونیست نیازی به جنگیدن نیست اگر کشورهای منطقه ارتباط خود را با صهیونیست ها قطع کنند و فقط یک اخم کوچک به رژیم سهیونیستی کنند کار این رژیم جلی تمام است فکر میکنید چرا محمود احمدی نژاد تقریبا هر روزه اظهارات ضد اسرائیلی رو بخشی از برنامه خودش قرار داده اگر به یاد داشته باشید چند سال پیش مهدی کروبی گفته بود که اگر موساد 100 میلیون دلار خرج میکرد نمیتونست به اندازه محمود احمدی نژاد کمک بکنه به روابط عمومی برای اسرائیل واکنش شما چیست ای که در این ارتباط میتوانم بگویم این است که احساس آقای احمدی نژاد در رابطه با مردم اسرائیل موجب بروز اینگونه احساسات در اسرائیل نشده است. مردم اسرائیل هیچ تنفر و شکایتی از مردم ایران ندارند. مردم اسرائیل و مردم ایران سالها روابط ای داشتند و واقعا قمنگیز است که تنها برخی افراد در سطح رهبری ایران میخواهند احساس تنفر نسبت به اسرائیل به وجود آورند. در حالی که باید مشوق همکاری و پیشرفت بود وقتی به منطقه نگاه می کنیم تحولات بسیاری در کشورهای خاور میانه می بینیم و تحلیل های بسیاری نیز در ارتباط با این تحولات وجود دارند. اما به نظر من ساده ترین تحلیل این است که نبردی بین نیروهای خواهان پیشرفت و نیروهای خواهان عقبگرد تاریخی وجود دارد. این اظهارات تنفرآمیز میخواهند ما را به عقب بازگردانند. اما آنچه ما نیاز داریم اتحاد با همه نیروهایی است که میخواهند آینده بهتری بسازند. آی سفیر آیا پیش بینی کنید روزی فرا برسه که ایران و اسرائیل روابط مسالمت آمیز و دوستانه داشته باشند مثل روزهای قبل از انقلاب آیا یک چنین تحولی در دوران حکومت اسلامی میسر هست یا اینکه اسرائیل طالب تغییر رژیم در ایران هستش هیچ شکی وجود ندارد فکر می کنم اگر به ندای نوه هایمان به جای پدر و مادر بزرگ هایمان بیشتر گوش کنیم فکر کنیم چگونه از تکنولوژی و نیروهای پیشبرنده برای ساختن جامعه بهتر استفاده کنیم آن وقت متوجه انرژی عظیم و فضای وسیعی می شویم که برای همکاری و پیشرفت وجود دارد فکر می کنم این هدف می تواند تحت هر رژیمی تحقق یابد به شرط آنکه به منافع مردمش متحد باشد و بخواهد ثبات در منطقه ایجاد کند من میخواهم یک خاور میانه با ثبات و صلحآمیز وجود داشته باشد و رژیم هایی در منطقه باشند که از این هدف پشتیبانی میکنند